سلام سلام دوستان عزیز مهربان، امیدوار که جور و صحتمند باشین، در هر جایی که هستین لباس یافیه در تن داشته باشین. دوستان خوشحالیم که باز امروز در خدمت شما عزیزان قرار دارم. دوستان امروز فایزه جان که است چیز داره، در مطب خو جلسه داره، نمیدونم یک برنامه داره. خب صبح رفته بود که مادرم امروز ما زنگ میزنم تو فلانی ساعت بیه جلسه، ای گفتم باشه. بعد زنگ زد تاکید که مادر رو مانگی مد جان، میگه که مادر خود خوشتیب که بیا ها خوشکیل کو. الان نمیدونم دوستم ها خوشکیل شدم که نشدم، چون بال شدم دیگه یک تقریبا یک نیم ساعت یک 15 دقیقه به قول مردم کچالو رو کم و لو جار کدم. گفتم که بذار برمونج دخترم خوشی بایه، نه که من خوشکیل شدم. ای اثرت باز در دل دخترم نمنه، چون واقعا بچگی یک چیزی که در دل آدم بومنه او میمانه. فایزه در ایران در مطب مرفت، خب شرایط فرق داشت دیگه. در ایران خلاصه ما چادر سر میکردم، خیلی ایجاب داشتم دیگه اونجی، همش کشوری اسلامی و آخوندی و دیگه افغان های ازمون، ممشری های ازمون که دیگه خیلی ماشالله با حجاب بودن. خب من خودم هم واقعا خیلی چادر سر میکردم و دیگه او فوت بود دیگه، همه جای آرایش مارایش هم نبود، چون به خاطر زی آرایش مارایش نمیکرده. خب واقعا شرایط فرق داشت دیگه، به اصطلاح خودگانشون دیگه تتایش رو به قول مردم مفهمه. ای فایزی از ما اثرت به دیل من از او روزا که میگه مامان، میگه ما مامان وقتا میماد، ما میخواستم دیگه مامانایش خوشتیب کد میماد. ایرانی ها که بود دیگه، مثلا مویالوج بود و با روی سری بود و با شال بود و منتوهای کتا و خلاصه از این چیزا بود. ما مرافتم قد چادر، من مرافتم قد چادر. فایزه هم گفت که تتس اثرت بدیلش مندک، مامان تو اونجا خود خورارایش نمگده، خوشتیب نمگده که در مطب میماده. اگر چین خود دمو تیب ایران امی دمو تیب ایران بود و ما که امو با حجاب آدشت. خب یه میخواست که من مثل زودگال دی مثلا فکولی باشم دیگه، مویا لوج باشد و شال مالی مانتو نیم از این واز باشد. خب من وقتا نمش و شرایط نبود دیگه. الان هم امروز رافت میکم به قول مردم در خود خود رسیدو که حال در مطب برمم، دخترم بشت که خوش شمایه نمایه، شما امروز با ما باشین، ما برم در مطب که فایزه باز امروز چی ایراتی از ما میگره. دوستان شما تا آخر زی ویدیو زی برنامه با ما باشین، لطفا ما را تنها نذارین، بریم به خیر دیگه. آره دوستان الان به خیر مروم طرف مطب فایزه جان. فایزه بیرون چنه که از مامانش خوش شمایه که نمایه، بازم امروز ناراحت نشنه که نه مامان. واقعا نمیدونیم بچه ها چرا قز گرمیده. ما بچه هایم دیگه هایش یک طرف، فایزه در یک طرف دیگه، زور که گرمیده یا یه ریزه یه نازنازیه که چی رقمه به خاطر ما.
خب عزیزان دل من رفتم مرتب فائزه جان، از اونجا هم کارم خلاص شد. فائزه خلاصه ما رو پسندیدک، دیگه اونجا جایش نبود عزیزان که ما فیلم میگرفتم یا ویدیو میگرفتم، اجازه نبود. خب ما بازم دوم الان از این جاهای قشنگ، از این منظرهای قشنگ، از خیلی جاهای دیدنی که بلده شما عزیزان ویدیو گرفتم، امیدوارم که اینا رو ببینین عزیزان. مرم زمایت فراموش نکنین. دوستان عزیز و گرامی، الان ما هم دوم در طرف مالمو. خب اینجا گشتم و خیلی هم خوش گذشت بلده. خب دوستان عزیز، همون که میبینین ما امروز خیلی یک روزی کاری داشتم، رفتم مطب فائزه. از مطب مالمو رفته بودم، مالمو رفته بودم، بعد قبلا کارت خوب رو بودم اونجا دیده بودم، بده تمدید گفته بود پست کنیم، خب رو پست نکرد، پیام دیده بود که بیا بیارم، اومدی رفتم کارت خمه بودم. بعد الان هم دوم باز در دستور فائزه و مهناز چون کاکاو دوست داره زیاد، امروز ایرم با خیلی ترقی آسان و مواد کم. الان اینجا گردو انداختم در چرخ که ایرم میکسر کنم دیگه. دل ایرم خوب کدوم در اینجا گردو رو زیاده خاک نکتان دیگه این اندازه یه رقم گردو رو خوب کدوم. بعد چند تا بسکویت دارم، باید بسکویت هارم بگه بسکویت هایم نه بچه هم خب یک چیز تفاهم نداره، یک کاکاویی دوست داره، نمیدونم یک دیگه کریمی دوست داره، یک وانیلی دوست داره، آدم به خود نزیابونه. الان از اون کسی بلده ما که فرق ننه، ما خود دوست یک آدم به کیبریم. خب هرچی پیش آمد و خوش آمد و سنگ نرم تر باشد نفسد خوشمزه باشد. بعد بچه هایم کسی پسرا، پسرا کسی چی دوست نداره؟ کاکاو دوست نداره؟ دخترا بسر کسی از این شیرنی های وانیل دوست نداره؟ این شیرنی های زیاد اینجا کاکاویی باشد که ما مخری. و من الان مندم که طرف کنم که برم امروز به تولدی مهناز بنا کیک دور کده بودم، بعد او را فائزه هم داره بود که کاکاو جور کنم، من کاکاو جور ندارم، نه کاکاو خوب نیه پس نمخورم. اگه تو سیل کن تو در فکر بچه های خسته، در فکر زمان هستی، اگر چون بچه های نبود مصطفی هم بیچاره خدایت نخورده دیگاهش پر. خب بسکویت هارم توی میکسر انداختم که الان میکس کنم را. خب متقشنگ یک دست خورد چونه و میکش شونه که شیرنیش خیلی خوب باید. الان هم که میتر در تصویر میبینین بسکویت هم در چرخ مخوره و میکشده، خلاصه میدشته خیلی قشنگ یکدشت شده. الان هم این در ظرف اندازنم که آلی چی کار کنم؟ باید آلی دستگار بال کنم. خب به ظرف رو گذاشتم، یک چند تا موز دارم، این موز هم واقعا خیلی خوب رسیده اما تر نرم شده. خب دیگه اینا در خانه بوده که ما تو پیش دست بودیم اواتا، ما به خاطرم زو گفتم یک شیرنی درست کنم. خیلی وقتا مثلا یک چیزای ممنه آدم در غمشی نیسته اصراف موشه. الان این موزا رو پستش بگرم در توی ظرف بلوم، باید با میکسر خوب میکس کنم میکس کنم. اگر میکسر هم نداشتین قد پشتی چنگال خلاص همیت لحکین لحکین هم درست موشه قشنگ موشه. مقصدی که یک دشت چونه ایت بغون بغون نمنه. ما اینا را الان با میکسر خوب میکس منم که یک دشت چنه متر آب شونه دیگه. آره عزیزان دل، دیگه زیاد چیزی خواستی هم نداشت چون ما دالچین ننداختم. دالچین مهناز دوست نداره، دالچین مگه دالچین خوش ندارم. ما فقط همین موز خالی رو میکس کدوم چون میتینین که چیز انداز کنین قچی دالچین پودر دالچین انداز کنین تمی خوبم میگره خوشمزه هم موشه خیلی مقوی تر موشه که
ما به قول مردم بچه‌های بدخوره دیگه زیاد دوست نداره دالچین ده. واقعا من خودم از دالچین خیلی خوشی میاد دیگه، میرم که درست بونم الان. خب فقط خودم اگه دخترها بخوره دیگه، بچه از کاکاوی دوست نداره. اگه سادهش باشه داره دوست داره مخورن، چون بچه همه همی رقمه، یک چی دوست داره، یک چی دوست داره دیگه. الان ما میر خوب که میبینین متر یک دست و قشنگ خوب میکس کدوم دیگه. الان باید چیز کنم دیگه مواتارم قدزی. خب آره عزیزان، روی از این سینی کاغذ بذاشتم، الان اینا رو با هم کنم بعد بخیر. عزیزانی ممی رکم شد دیگه، الان این رکم کم اینجوری کلیلک کلیلک بیلیم. کلیلک منم بعدی تا چیز میزنم تا گردو. خب اما گردو رو که خورد کده بودم، الان اینا رو میده کلیله کلیله نم که خب جمش نه تید تید نشنه، اینا رو میدم و گردو میزنم. باز کمی دیگه هم لیلیمونم به قول مردم قرو دلدی. خب عزیزان دل، بعد از او پاسیر میذارم توی اخچال که کم سرد چین از او کاکاور در رویش میریزم. آره دوستا، یک نیم ساعت یا 15 دقیقه میذارم توی اخچال که خوب سرد چینه. بعد کاکاویش را آب مونم، کاکاویش هم یک کوچولو سرد تر شنه که داغ نباشد. بعد در روی زیای اضافه مونم، واقعا خوشمزه میشه، واقعا خوشمزه میشه. امید که دیدین در روی سینیم قاغازش. خب دوستان، میتابرم در روی گاز قرار دادم که داغ شنه، خیلی زیاد نمونم، خیلی کم مونم زیر شره که بعد کاکاو را در رویش انداز کنم خلاصا نسیزه. الان همی تخت کاکاو را وزنم خورد خورد نم دبینی میتابه که بزرگ بزرگ هم زودتر آب شنه. آره عزیزان، بعدش هم اونو یک کم شریشتم بلده خود خودم بخورم شکلات دیگه. یک کوچولو مسکه اضافه نم در رویشی، آره زیاد نباشد، یک کم مسکه اندازه یک قاشق کوچولو دیگه هم در مسکه اضافه کتم در رویشی که خوب شیش باید، اما یک کم چرب دار باید دیگه. سه قاشق چهار قاشق هم شیر اضافه کنیم، زیاد نباشد که کاکاو آو شنه و یک رنگ خوب پیدا کنه. مسکش به خاطر مو انداختم. خب کاکاو نمم الان آب موشد، خب داغم ده دیگه، کاکاو هم داغ شده. امید کم کم شور بدیم و هم بزنیم که تایش نگره. کاکاو نازوکه، خیلی تایش زود میگره. عزیزان دیل، بمی آسانی، خیلی آسانه دیگه. امیدوارم که ازی خوشم هم ده باشد، درست کنین عزیزان. زن دل شیرنیم آماده شد، دمی آسانی، دمی خوشمزگی. امیدوارم که شما درست کنین، نوشی جان کنین عزیزان دل. ما را از حمایت های فراموش نکنین. عزیزان دل، امید که میبینی شیرنیز مدعی خوشکلی درست شد. عزیزان شما امیدوارم که درست کنین دیگه. خب من امروز گفتم قچم که من چی کار رفتم کجا رفتم دی ویلاک. خب یک جاهای دیدنی خیلی خوشکل قشنگم بلده شمشتم،
که ببینین دیگه. الان هم از شیرنیم درست کنین، نوشی جان کنین دوستان عزیز. واقعا دوستا خوشمزه یا دانی. من پور خود عادت دارم که دانی پور باید حرف بزنم. عزیزان دلی بود از امروز نه ویلاک از ما، از امروز نه ویدیوهای از ما بود که جور کدوم چند جای رفتم بلدشون سب کدوم برنامه را. بازم دومی شیرنی خوشمزه رم در خستگی خود جور کدوم. الان هم شما را تا ویدیون جدید را در خدا یک تا میسپارم. عزیزانی مایت یاد چم نره. قربان شما.